تقسیم کار برمیگرده به اینکه در درون چه چیزهایی رو به شکل موزه میتونن تشخیص بدن تا ماها از فاصله دور. بیشتر این نوع فراخوان‌های عملی از درون کشور میتونه صادر بشه که ما مسلماً پشتیبانی خواهیم کرد و انعکاس خواهیم داد و مبنای تقسیم کار در این مرحله با وجود وضعیتی که در رژیم هست میدونید که دستای خیلی از افراد بسته است که بتونن به شکل باز خیلی مسائل رو مطرح بکنن، به خصوص اونایی که تحت فشارن یا تو زندانیان سیاسی هستن. این در مرحله اول این هماهنگی بین نیروهای درون و خارج خیلی مهمه که روی این داریم کار میکنیم، ولی فراتر از این تشکل‌هایی که باعث مسلماً به وجود بیان که بپردازن به این نوع اقداماتی که فعالیت‌های مدنی است، اعتصابات و خیلی چیزا از این لحاظ. خب این هماهنگی رو باز بشه بین داخل هماهنگ کرد و فراخوان‌ها مسلماً زمانش خواهد رسید، ولی الان به خودی خود خیلی از اقداماتی که همیهنانمون انجام میدن بدون نیاز به فراخوان دارن انجام میدن. این اتحادی که همیشه بهش اشاره کردم امروز از هر زمانی مهمتره. چرا؟ برای اینکه تضمین یک عبور بدون دردسر هم برای همیهنان خودمون و هم برای دنیای نسش که ایرانیان امروز با هم متحدن. با این به اینکه سر فرصت رقابت‌های حزبی هم خواهیم داشت در آینده سیاسی کشورمون. کشورمون یک کثرت‌گرا است در تمام ابعادش. ولی امروز این یک صدای ما کلیدی است. بلکه دنیا بس ایمان بیاره که مردم ایران میتوانند و میخواهند با هم برای آزادی کار بکنند و من امیدوار هستم که همگی شما و سایر همیهنانمون از هر طیف فکری که باشن به خاطر ایران، به خاطر آزادی با هم امروز یک صدا باشن که دنیا بدونه هیچ چیزی نمیتونه ما رو به هم بریزه و امیدوارم که همه این کار رو به سهم خودتون انجام بدید.